اوکی okay. به نام خدا در این ویدیو فعل پرکاربرد انجام دادن قسمت دوم رو داریم فعل دیگری که به غیر از یاپ ماک به معنی انجام دادن هستش فعل اتمک هستش که ببینیم چه کاربردهایی داره و در کنار اون چه کلماتی میاد و چه تغییراتی درش رخ میده و چه معانی پیدا میکنه اینجا یک سری از فعل ها رو آوردم دونه دونه معنیشون رو میگم فعل اتمک بعضی وقتها به صورت جدا نوشته میشه معمولا جدا نوشته میشه بعضی وقتا هم میچسبه به اون کلمه ای که قبلشه اه، معمولا اه، اگر اه، کلمه ای که قبل از اتمک وجود داره در زبان ترکی به تنهایی کاربرد و معنی داشته باشه جدا نوشته میشه اگر به تنهایی معنی نداشته باشه یعنی اگر ما این اتمک رو از اینجا برداریم و این کلمه ای که قبل از اون وجود داره به تنهایی معنی و کاربرد در زبان ترکی نداشته باشه چسبیده نوشته میشه مثلا دونه دونه میگم حالا بریم جلو اوکی تشکر اتمک تشکر کردن ببینید تشکر در حالت عادی کاربرد و معنا داره در زبان ترکی هرچند کلمه عربیه ولی مثلا کلمه بعدی حالتمک یعنی حل کردن که یعنی حل کردن حل کردن مشکلی اینجا حال به تنهایی به معنی حل کاربرد و معنی در جای دیگه نداره یعنی تنها موردی که این کلمه به همین معنا استفاده میشه تو همین کلمه جای دیگه کاربرد نداره به خاطر همین چسبیده نوشته میشه. هاکتمک یعنی مستحق یا شایسته یه چیزی بودن ماهبتمک نابود کردن، محو کردن ماهبتمک، خب کلمه محب کلمه عربیه ولی خب تو ترکی به تنهایی معنی نمیده اینه که محبت مک چسبیده نوشته میشه و دوستان اگر پرزن خواستن که راجب پرزن رنگ کردن رنگامیزی و چه میدونم این اصطلاحات محو کردن تصویر و عکس و این حرفا رو استفاده بکنن از کلمه که استفاده نکنن چون محوتمک یعنی نابود کردن خراب کردن یا طرف مثلا لبخندش رو صورتش محو شد این یه فارسیه این یه عبارت فارسیه و محو کردن فقط معنای نابود کردن رو داره در زبان ترکی اینه که ماه بتمک فقط نابود کردن اینو دقت بکنین که اشتباهی استفاده نکنین تو درد سر می اوکی مجادله اتمک مجادله کردن زان اشتباهی فکر کردن زان نتمک زن از کلمه زن عربیه با تی دستدار می... چیز با زی زا می نویسن همین زی دستدار می نویسن ولی خب چون به, به تنهایی تو ترکی استفاده و معنی نداره بازم چسبیده نوشته میشه و معمولا به این معنیه که یعنی مثلا اشتباهی فکر کردم یا اونطور خیال کردم تو اینجور موارد استفاده میکنن سابرت میک صبر کردن خب صبر در زبان ترکی صبر میگن این همون تلفظ عربی رو میگن ولی خب استفاده هم میکنن ولی خب اینجا چرا چسبیده نوشته شده چون صبر طرز نوشتنش با صبر فرق میکنه به خاطر همون این کلماتی که با اتمک چسبیده نوشته میشن و باید حفظ بکنین یعنی راه دیگه ای نداره من خودم من بعضیاشون رو چسبیده نمیدونستم چسبیده است وقتی پرسیدم و علتش رو پرسیدم به هم گفتن که جریان از چه قراره اینه که خیلی وقتا معلوم نمیشه کدومش چسبیده است کدومش جداست ولی خب میگم اگر جای دیگه اون کلمه قبل اتمک به تنهایی استفاده بشه این عبارت این فعل دو کلمه ای جدا نوشته میشه اوکی فرض اتمک فرض کردن ترک اتمک ترک کردن آف اتمک بخشیدن اف کردن زیان اتمک اصراف کردن آرمان اتمک هدیه کردن ارمغان آوردن اوکی بریم یه گروه دیگه از فعلا رو اتمک خیلی استفاده میشه اینه که من ترجیح دادم مثال های بیشتری بیارم تقریبا میشه گفت یه در بیستایی رو هم ننوشتم که گفتم لازم نیست یازو کتمک یعنی حیف کردن حیف کردن بعضی جاها به معنای ظلم کردن هم به کار میره قدر نشناسی کردن هم به کار میره مراکت مک کنجکاوی کردن نگران شدن در دو حالت استفاده میشه مراکت مک سرونت مک مشکل دانستن یه چیزی رو آدم واسه خودش مثلا مشکل تراشی بکنه بگه مثلا فلان قضیه درد سر میشه برام اون مثلا یعنی سورون اتمک آلا اتمک مسخره کردن حرام اتمک من نوشتم کوفت کردن که بدونید که با حرام فرق میکنه مثلا یه نفر میخواد بگه که فرزن معمولا تو ادبیات و تو شعرها و ترانه هاشون به کار میره مثلا میگن شبها برام, برام حرام شد خب این منظورش از لحاظ مذهبی نیست منظورش اینه که کوفتم شد منظورش اینه که خراب شد دیگه اون دیگه واسه هم قشنگ نیست دیگه واسه هم لذت بخش نیست منظور از حرامت مک اینجوریه خیلی کم مثلا بگن فلان چیز حرمت بشه و از این فعل استفاده کنن معمولا واسه حال نمیگن مثلا هرومت بشه معمولا به معنای کوف کردن <applause> به کار میبرن حلالت مک حلال کردن حق کسی سیرت مک سیر کردن تماشا کردن سیر به تنهایی معنی نداره تو ترکی به خاطر همون چسبی دست بذار یادت مک یاد کردن ممنونت مک خوشنوت کردن راضی کردن مثلا یه مشتری رو راضی کردن زیاد استفاده میکنن تاریف مک توضیح دادن فعل تعریف اتمک رو تعریف همون تعریف هستش ولی خب به معنای تعریف کردن نیست در سه جا به کار میره یکی مثلا یول تعریف اتمک یا آدرسی رو مسیری رو توضیح دادن یه مک تعریف اتمک دستور یه غذایی رو توضیح دادن و یا یک اشیایی رو و یا یک موقعیتی رو و یا یک حالا چیزی رو اون حالت ظاهریش رو ابعاد ظاهریش رو توضیح دادن و میگن تعریف اتمک رفتی به تعریف کردن و خوشو بش کردن و اینجور حرفا نداره اوکی. بنزتمک تشبیه کردن و یا شبیه دونستن مثلا میگی به نظرم فلانی شبیه فلانیه اونجا مثلا میتونی از فعل بنزتمک استفاده بکنی یا فرضا میخوای بگی به نظرم شبیه چیزی نیست اونجا هم میتونین از فل بنزتمک استفاده بکنین حالا جملهشو کامل نمیگم فعلا وارد اون مبحث نمیشم ادامه بدیم یمین مک زیاد استفاده میکنن اینا. قسم خوردن یمینت مک قسم خوردن اوکی نحوی ساخت ساخت صرف فعلمون میدونید فعل امر رو داریم به اضافه شناسی زمان فعل امرم با حذف پسوند مصدریمون درست میشه فرزن اتمک پسوند مک رو برمیداری میشه ات یعنی انجام بده یاپ ماک رو داشتیم همونطور که میدید از قواعد واجی اینجا پیروی شده از قواعد هارمونی صدا ا و ا رو داریم اینجا آ و آ رو داریم اینجا ات یاپ دوتا تا فعل امرمون هستن اوکی صرف فعل در زمان حال استمراری رو داریم من ediyorum سن ادیورسون. مثلا با تشکر بگیم من تشکر ادیورم سن تشکر ادیورسون او تشکر ادیور بیست تشکر ادیوروز سیست تشکر ادیورسونوز اونلار تشکر ادیورلار اشتباهی ادیورلار نمیشتم اوکی okay. ادیورلار هستشون ببخشید من انجام میدهم تو انجام میدهی آنها انجام میدهند اینم معانیش حال استمراری حالت منفی خب اینجا آها اینو نگفته بودم بعد حرف ت یعنی ریشه فعلمون ت هستش که کنار حرف ای اومده برای تلفظ راحت به مرور زمان این ت تبدیل به د شده و بعدا هم همونجوری نوشته شده یعنی به جای اتیوروم ادیوروم خیلی راحت تره چون دوتاشون هم از صداهای صداهایی صداهای هستن که این لرزش هنجره رو توش دارن صدای ای و صدای د ولی ت حالت بی صدا هستش به خاطر همون اتیوروم یه مقدار یه مکسی داره اونجا که اینا خوششون نیومده خواستن عوضش کنن بکنن ادیوروم وقتی منفی میشه همون ات به حالت اول برمیگرده میشه ات میوروم. یه می اینجا اضافه میکنیم ادیوروم ات میورم ادیورسون ات میورسون ادیورلار ادیور اتمیور ادیور سونوز اتمیور ادیوروز اتمیوروز ادیور سونوز مثلا قبول کردن حالا من تو ون مثالم تو قبول کردن ننوشته بودم الان به ذهنم مد کابول اتمک ه کابول ادیوروم کابول اتمیورم قبول میکنم قبول نمیکنم دیگه آفدیورسون دیور... آف میورسون میبخشی نمیبخشی تشکر دیور تشکر اتمیور. تشکر میکنه تشکر نمیکنه دیگه چی مثلا بگیم هاکت میور هاکت یوروز هاکت میوروز حقمونه حقمون نیست آه دیگه دیگه کدوم ها بودن فرض دیورسونوس فرضت میورسونوس فرض میکنید فرض نمیکنید دیگه مراک دیورلار مراکت میورلار میخوان بدونن چه خبره نمیخوان بدونن چه خبره یعنی کنجکاوی نمیکنن اوکی بریم آه سراغ سا... حال ساده اخباری ادرم ادرم ادرسن انجام می دهی ادر انجام می دهد ادریز ادرسن ادرلر مثلا تشکر رو بگیم تشکر ادرم تشکر می کنم تشکر درسین تشکر میکنی تشکر در تشکر میکند حالا بعدا تشکر میکند یا مثلا معمولا تشکر میکند اینجوری ادریز ای تشکر ای دریز این هم زیاد استفاده میشه کابول در درسیز درسینیز آره قبول درسینیز مثلا قبول میکنید ایشالله حالا آه. قبول درلر قبول میکنند ایشالله یا معمولا قبول میکنند این حرف اینجوری گفتیم که تو این زمان یه خبری رو بهمون همون میدن و یا قولی رو بهمون همون میدن و یا یک موقعیتی رو میگن که فرزن انجام میشه یه وعده ای رو میدن اینجور فرزن میگه کابول درلر میگه یعنی ایشالله قبول میکنند تقریبا یه جوری وعده میده قول میده اوکی okay, بریم حالت منفی شو ادریم ها این زمان حال ساده اخباری گفتیم که یه حالتیه که زمانمون برای اون هنگامیه که یه کاری همیشه انجام میشه مکررن انجام میشه و یا اینکه معمولا یه جورایی تکرر داره مثل واقعیت های طبیعی و این حرفا و یا اینکه همونطور که یکم قبل گفتم یک وعده ای داده میشه یک خبری به ما داده میشه که یه قراری اتفاق بیفت اوکی یه قولی داده میشه به اصطلاح ولی خب از اونجایی که فرزن زمانمون یه حالت همیشگی و تکرر داره حالت منفیش یک معنای هرگز رو تو خودش داره یعنی مثلا طرف میگه بن ادریم فرض کنیم میگه قبول میکنه بن کابول ادریم اوکی ام. مثلا کابول ادریم کابول اتمم قبول, قبول, اتمام. قبول نمی کنم مثلا هرگز قبول نمیکنم. کنم عمرن قبول کنم مثلا ادرسین کابول ادر سن قبول میکنی کابول اتمز سن اتمز سن اوکی در اتمز انجام میده انجام نمی کابول در قبول میکنه کابول اتمز قبول نمیکنه و یه قبول نخواهد کرد اینجوری صبر دریز صبر ساب میکنیم صبر میز صبر نمیکنیم دیگه حل درس نیز مشکل رو حل میکنید حالت اتمیز مشکل رو حل نمیکنید دیگه مم. همون کابول درلر قبول میکنن کابول مزلر. قبول نمیکنن و یا عمرن قبول کنن یا همچین چیزی اوکی بریم سراغ گذشته ساده ات رو داریم به اضافه این شناسه ها اتم انجام دادم اتین انجام دادی اتی انجام داد اتیک انجام دادیم نیز انجام دادید اتیلر اتیلار نیستون اتیلر هستش اشتباه نوشتم آنها انجام دادند این حرف ای باید باشه اینو اشتباه نوشتم ما خودتون درست دو کنید اوکی ام مثلا قبول, قبول کردم کابولتیم قبول, قبول کردی کابولتی قبول کرد تشکر اتیک تشکر کردیم آفتینیز بخشیدید آفتیلر بخشیدند اینجوری معنی میده بریم بعدی منفی گذشته ساده رو داریم اینجوری داریم که قبول کابول قبول قبول نکردم چی میشه من انجام ندادم اتمدین انجام ندادی اتمدی انجام نداد اتمدیک انجام ندادیم اتمدینز انجام ندادید ندادی. ندادی. اتمدیلر باز اونجا رو استفاده نوشتم اتمدی لر. اینجا حرف ای باید باشه انجام ندادند اوکی خب اینجا بیا مثال بزنم قبول اتمدیم قبول ندادم قبول نکردم قبول اتمدین قبول نکردی قبول اتمده قبول نکرد قبول اتمدیک قبول نکردیم قبول اتمدینز قبول نکردید قبول اتمیدید قبول نکردند اوکی بریم سراغ گذشته استمراری در زمان گذشته استمراری خب چیه؟ در یه بره یا زمانی یه فعلی به طور ادامه دار انجام شده که فعل اینجا از نظر خود ترکا دو تا زمان داره یکی زمان که پسوند یور داشت زمان حال ساده به اضافه پسوند دی حالت چارگانه که اینجا دو رو داریم چون یور رو داریم با او قواعد هماوای رو خواهد داشت پسوند دو رو داریم اوکی. ببینیم چه جوریه اینطوری ادیورم ادیوردون ادیوردو ادیوردوک ادیاوردونوز ادیاورلارد خب یه مثال میزنم از فیلای اتمک مراک ادیوردون نگران بودم مراک ادیوردون نگران بودی مراک ادیوردو نگران بود مراک ادیوردوک نگران بودیم مراک ادیوردونوز نگران بودید merak ediyorlardı. نگران بودن و vela یا اینکه inke fuzuli mi kerdan. Merak etmek ye هم fuzuli خب بعد برای خودشون هم خیلی عادیه که فضولی بکنن مثلا طرف میاد یه سوالی رو از شما میپرسه بعد میگی مثلا چرا پرسیدی به تو چه ربطی داره برمیگرده میگه هیچی مراکت مراکتم کنجکاوی کردم خب خیلی فرهنگ اشتباهی اصلا اجازه ندین هی بگردم بگم مراکت دیم بعد هی سوال بپرسن ازشون یه مشکل که فرهنگی زبانی که دارن یعنی چه طرف میاد میرد دلم خواست فضولی کنم مراکتیم یعنی همین دیگه اوکی ببخشید هاشیه رفتم بریم سراغ منفیش ediyordum etmiyordum Mesela hiç sabrediyordum sabrı mıkerdim sabretmiyordum sabr ne ediyordun etmiyordun ediyordu etmiyordu ediyorduk etmiyorduk ediyordunuz etmiyordunuz ediyorlardı etmiyorlardı حاک دیوردوم مثلا بگیم حاک دیوردم لایق چیزه حقم بود شایستش بودم حاکت میردم حقم نبود حاک دیوردون حقت بود حاکت میردون حقت نبود حاک دیوردو حقش بود شایسته اون حالا قضیه بود هاکت میوردو حقش نبود لایقش نبود حاک دیوردوک لایقمون بود حقمون بود هاکت میوردوک لایقمون نبود حقمون نبود هاکت حقیت دیوردونوز حقتون بود هاکت حقیت میوردونوز حقتون نبود هاکت دیورلارد حقشون بود هاکت میورلارده، حقشون نبود لیاقت نداشتن اوکی okay. بریم بعدی زمان آینده ساده انجام خواهد داد پس بند اجک و آجاک رو داریم ادجیم انجام خواهم داد ادجکسن انجام خواهی داد ادجک ادجیز انجام خواهیم داد ادجکسنیز انجام خواهید داد ادجکلر انجام خواهد داد مثال میزنم مثلا چی؟ صبر ده جیم صبر خواهم کرد هاکت جکسن لیاقتشو خواهی داشت کابول ده جک قبول خواهد کرد صبر ده جیز صبر خواهیم کرد آف ده جکسنیز خواهید بخشید دیگه کابول ده جکلر قبول خواهند کرد اینجوری مراک جکلر کنجخوابی خواهند کرد و یا ناراحت خواهند چی میگن نگران خواهند شد که ببینن چه خبره اوکی حالت منفیش رو داریم میگم ادجیم اتمه جیم انجام نخواهم داد سن اتمه جکسن انجام نخواهی داد میشو اده جکسین اتمهه جکسین جک انجام نخواهد داد اده جییز اتمیه جییز انجام نخواهیم داد اده جکسینیز اتمهیه جک انجام نخواهید داد بالایی نخواهیم داد پاین نخواهیم داد اوی اینجا اوکی این بالا این اتمه جکلر انجام نخواهند داد حالا مثلا کابول اتمه جیم قبول نخواهم کرد کابول اتمه قبول, قبول نکنی یا قبول نخواهی کرد کابول اتمه جک قبول نخواهد کرد کابول اتمه جیز قبول نخواهیم کرد کابول اتمه جکسن است. قبول نخواهید کرد و یا نباید قبول کنید قبول اتمه جکلر آنها قبول نخواهند کرد این از مثال اوکی. خب صرف فعل در زمان آینده در گذشته داریم آینده در گذشته توضیح داده بودم یه بار دیگه توضیح بدم این حالتیه که قرار بوده یه زمانی یه کاری انجام بشه ولی نشده یه وعده ای داده شده بوده در گذشته برای آینده ای که واسه اون گذشته آینده بوده الان از وقتش گذشته و انجام نشده بدین شکل اد تیم یعنی یکی که آینده داریم یه که گذشته داریم اد تیم قرار بود انجام بدم اد قرار بود انجام بدی اد قرار بود انجام بده ادجکتیک قرار بود انجام بدیم ادجکتینس قرار بود انجام بدید ادجک لرده قرار بود انجام بده اوکی مثلا تشکر ادجکتیم میخواستم تشکر کنم قرار بود تشکر کنم ولی مثلا طرف اونجا نیست الان نمیتونم اینجوری کابول ادجکتین و قبول میکردی و یا قرار بود که قبول بکنی اینجا یه دونه ای رو جا انداختم ببخشید ادجکت آف ادجکت قرار بود ببخشه مثلا و یا گفته بود که میبخشه جکتیک چی مثلا دوباره قبول جکتیک قرار بود که قبول بکنیم ادجکتنس اد آف دجکتنز مثلا قرار بود که ببخشید سرون ادجک لرده میخواستن مشکل ایجاد بکنن یه قرار بود که و یا کمونده بود که مشکل ایجاد بکنن ولی خب مشکل ایجاد نکرد اوکی اوکی ات می قرار نبود انجام بدم و یا نمیخواستم انجام بدم ولی انجام دادم و یا قرار بود انجام ندم مثلا اوکی اتمه یجکتین قرار بود انجام ندی و یا نباید انجام میدادی اتمه قرار نبودن ان... قرار بود انجام ندهد و یا قرار نبود انجام بدهد اتمه قرار نبود انجام بدیم و یا قرار بود انجام ندیم تو فارسی به دو شکل منفی میشه یا میگیم نب... قرار نبود انجام بدیم یا میگیم قرار بود انجام ندیم اتمهیجکتینس قرار نبود انجام بدید اتمهیجکلرده قرار بود که انجام ندهند مثلا کابول اتمهی جکتیم. نمیخواستم قبول بکنم کابول اتمهی جکتین قرار نبود قبول بکنی و یا بایستی قبول نمی کردی مثلا اتمه جکته مثلا سرون اطمه جکته نباید مشکل ایجاد می کرد مثلا اتمیج... مثلا تشکر اطمه جکتیک نمی خواستیم تشکر کنیم کابول ام... اطمه نباید قبول می کردید مثلا می قبول نکنید قرار نبود قبول بکنید. یه همچین معنی میده. اتمیه چکلرده. چی بگیم کابول قبول اتمیه قرار نبود که قبول بکنن. ولی چی شد که قبول کرد. یه همچین معنی میده. مازی نقلی رو داریم. حالا من اسمشو مازی نقلی گذاشتم. این معنیش یعنی اینکه گفته می شود که من انجام دادم حالا میگن که یه خورده خیلی دهن بینن میبینن چی می... کی چی میگه کی چی نمیگه واسهش فعلم دارن حالا ات میشیم گفته میشه که من انجام دادم و یا اینکه حالا گفته میشم نه مثلا فرض کنیم یه کابولت میشیم طرف میگه آرت کابولت میشیم یعنی دیگه بدون اینکه خودم بخوام و یا اینکه حالا قبول کردم خودم هم خبر ندارم چرا یه همچین بار معنایی میده بعضی وقتا اوکی اتمیش سن گفته میشه که تو انجام دادی دی انجام دادی اتمیش میگن که انجام داده اتمیشیز میگن که انجام دادیم اتمیش سنیز میگن که انجام داده اید اتمیش لر میگن که انجام داده اند مثلا کابول میشلر شنیدم که قبول کردن اینجوری مثلا چوک تشکرت میشلر میگن میگن که خیلی تشکرم کردن که همچین معنی میده اکی. حالا منفیشو ببینیم قبول اتمه میشیم میگن که قبول نکردن من قبول نکردم مثلا تهمت میزنن یه همچین چیزی میگن اتم میگن که انجام ندادی اتم میش انجام نداده اتم میشیز انجام میگن که انجام نداده ایم اتم میش میگن که انجام نداده اید نداده اید آره اتم میشلر میگن که انجام نداده اند مثلا تشکرت میشیم میگن تشکر نکردی به من میگن مثلا ات نمیشین مثلا آفت نمیشین شواهد نشون میده که نبخشیدی مثلا مثلا طرف میگه من آفتدم یعنی من بخشیدم بعد دوستش میگه سن آفت سن. یعنی اینکه دارم میبینم که تو نبخشیدی ولی خودت خبر نداری یه همچین چیزی خودت نمیدونی ولی اینجوریه و یا میگن که اینجوریه و یا شواهد نشون میده که اینجوریه اوکی اتمه میش کابولت میش میگن که قبول نکرده صبرت میمیشیست میگن که صبر نکردیم قبولت میمیشیست میگن که قبول نکردید حاکت میمیشلر میگن که حقشون نبوده اینجوری حالا زمان آینده با زمان مازی نقلی اجک به اضافه میش اجک به اضافه میش ادجک میشیم مثلا قبول دیجک میشیم از هم خواستن میگن که باید قبول کنم مثلا گفته میشود که من انجام خواهم داد ادجک میشن گفته میشود که تو انجام خواهی داد ادجک میش و انجام خواهد داد میگن که ادجک میشیز میگن که ما انجام خواهیم داد ادجک میشیز میشنیز میگن که انجام خواهید داد ادجک میش ادجک لرمیش میگن که انجام خواهند داد آم بازاله مثال میزنم کابول دجک میشیم میگن که با قبول کنم چه حرفا مثلا آم ادجک میشین مثلا چی سن حال ادجک میشین مثلا تو قرار مشکل رو حل کنی گفتن که تو قرار حل بکنی مشکل اده میش مثلا چی؟ قبول اده میش میگن که اون قراره قبول بکنه دوباره قبول اده جکمشیز میگن که باید قبول کنیم تشکیر اده میشید. میگن که حالا باید تشکرم بکنیم مثلا. ادجک جک چی مثال بزنیم؟ صبر اده جک گفتن که باید صبر بکنید. شما صبر خواهید کرد تا انجام بشه مثلا. ادجک لرمش. آف جک گفتن که قرار فرزن ببخشن یه نفر رو اینجوری. خب حالت منفیش می رو داریم اتمه جک میشیم گفته میشه که انجام نخواهد داد مثلا کابول جک میشیم میگن که نباید قبول کنم اتمه جک میشن میگن که تو انجام نخواهی داد مثلا همون کابولت مییه جک میشن. میگن که تو قرار نیست قبول بکنی. تو قبول نخواهی کرد اط یه میش میگن که او انجام نخواهد داد نخواهی داد نوشتم اشتباه تا اشتباه میگن که او انجام نخواهد داد مثلا قبول جک میش بگیم میگن که قبول نخواهد کرد یا ممکنه قبول نکنه اوکی okay, جک میشیز گفته میشه که ما انجام نخواهیم داد اتمی جک میشسنیز مثلا آف اتمی جک میشسنیز واه واه طولانی شد آف اتمی جک میگن که شما قرار نیست که اونو ببخشید مثلا اتمی جک لرمیش قبولت میجک لرمیش گفته می شود که آنها انجام نخواهند داد خب بریم سراغ بعدی مازی بعید میشته اوکی ات میشتم مثلا حالت میشتم یعنی مشکل رو حل کرده بودم سرون میشتم واسه خودم قضیه رو سخت کرده بودم مثلا او okay, که انجام داده بودم، اتمیشتین. تو انجام داده بودی. مثلا، چی بگیم؟ صبر اتمیشتین، صبر کرده بودی. اتمیشته، او انجام داده بود. مثلا، قبول میشته. قبول کرده بود. اتمیشتیک، ما انجام داده بودیم. مراک اتمیشتیک، مثلا، میشه چی؟ مراکت میشتیک یعنی نگران بودیم اتمیشتینست ات شما انجام داده بودید مثلا حال میشتینست مشکل رو حل کرده بودید اتمیش لرده آنها انجام داده بودن یعنی مثلا مثلا نه همون کابولت میشلرده قبول کرده بودند همونو منفیش بکنیم اتمه انجام نداده بودم اتمه انجام نداده بودی اتمه میشتی انجام نداده بود اتمه انجام نداده بودیم اتمه میشتی نیز انجام نداده بودید اتمه میشلرده انجام نداده بودند مثلا حاکت ممیشتم حقم نبود حاکت ممیشتن حقت نبود حاکت ممیشته حقش نبود حاکت ممیشتیک حقمون نبود حاکت حقیت ممیشتنز حقتون نبود لایقتون نبود حاکت ممیش لرده حقشون نبود حالا چه مثبت چه منفی حقشون نبود که اینجوری زایه بشن مثلا و یا حقشون نبود که فرزن برنده بشن هیچ فرقی نداره در حالت اون حق هم فرق نمیکنه همین فلو به کار می بریم خب بیخیال تا همینجا آره دیگه تموم شد خب دوستان خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر گوش دادین امیدوارم که گوشه از نیازاتون رو تونسته باشم رفت بکنم این فیلم مثال های زیادی داره با تمام فعل هایی که مثال زدم برای تمرین یک دور همه این زمان ها رو به خصوص زمان هایی که ام... چی میگن ام... مهمتر هستم مثل مازی ساده گذشته ساده مازی بعید اینایی که زیاد کاربرد دارن تا اون دو زمانه ها با اونا یه بار تمرین بکنید حداقل یک بار اینا رو بنویسید میدونم خیلی زیاد میشه نزدیک چی میگم مثلا این پنج تا زمان رو با اون Uh, 20 تا فعل بنویسید صد uh, بار uh, حالت حالا این شش تا فاعل رو بنویسید میشه چقدر میشه 600 تا uh, خیلی زیاد میشه ولی خب خیلی کارتون رو را میندازه uh, و خیلی جا میشنوید و میبینید که اه, چقدر این فعل ها رو uh, احتیاج داشتید که یاد بگیرید و چقدر کارتون ساده میشه مخصوصا این قسمت هایی که این ت تبدیل به د میشه و این حرفا خیلی ها نمیدونن مثلا ادریم از فعل اتمک میاد اینه که دست گرفتم این فعل رو هرچه زودتر واسه تون بگم با مثال هاش و نحوه تغییر معنیش امیدوارم که به دردتون بخوره حسابی تمرین بکنید که رابی افتید. سلامت باشید موفق باشید